من یه برنامه بهتون میگم. شما همونطوری که الان من توصیه میکنم و انشالله یه عدتونم هستید، صبح که از خواب ما میشید تا نشستید بگید السلام علیکه ابن رسول، میخواید بخواید بگید آقا اجازه میدید ببخشید بخواید. در شبانه روز همش بیاد امام زمانتون باشید. وقتی حمام میرید غسل زیارت حضرت بقیت الله رو بکنید. توی حرم علی ابن موسی رضا جای بزرگیست، وقتی وارد میشید نگاهی اگر یه رفیقتون میخواید ببینید از شهرتون اومده یا اگر اهل مشهدی توی حرم قرار دارید ملاقاتش کنید، احتمال قوی داره که توی حرم باشه، چجور اطراف نگاه میکنید، یه نگاهی این که ضرر نداره اطراف بکنید، شاید امام زمان رو ببینید. یه قدری به فکرش باشید، دعا برای وجود مقدسش بکنید، اظهار محبت بکنید، هر نوع اظهار محبت، چون این اظهار محبت های ما مثل ران ملخ است نزد سلیمان بردن. هر کاری هم اگر میخواییم این کارها رو بکنید، یه مدتی همچین نصابی این کارها رو بکنید، به خدا قسم رابطه روحی قویی با امام زمان پیدا میکنید که هر وقت با حضرت بخواید ارتباط برقرار میکنید. این خب شما عمل بکنید ببینید تجربه. شما ببینید خود امام است چه میفرماید، اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، برای فرج من زیاد دعا کنید، فان ذلک فرجکم. بابا گشایش در کارهای خود شما تو همین زیاد دعا کردنه، چون ذلک اسم اشاره بعیده، به فرج بر نمیگرده که چسبیده به ذلک. اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک، ذلک به فرج بر نمیگرده، به دعا هم که ابعد ازوس بر نمیگردد، به اکثار در دعای برای فرج بر میگردد که دورترین مشار الیه است. یعنی فرج و گشایش شما شیعه در زیاد دعا کردن برای فرج امام زمانه، نه در یک بار و دو بار. خب ممکنه بگه حالا اکثار در دعای برای فرج به چه عددی محقق میشه؟ برمیگردیم به یک روایت. الان خاطرم نیست حدیث امام صادق یا حدیث پیغمبره، اشتباه نگفته باشم، ولی کلام معصومه. میفرمایند در روز جمعه اکثر من الصلاة علی محمد و آله. در روز جمعه برای پیغمبر آل زیاد صلوات بفرستید. خب روز جمعه، راوی سوال کرد آقا یعنی چند تا؟ فرمود 100 تا اقلا. اگر شب جمعه رو هم ضمیمه کنیم، چون روایات دیگه میگه در شب و روز جمعه صلوات بفرستید، 100 تا در روز 100 تا در شب. کلام امام زمان مطلق است، اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، نه مقید به روزه نه مقید به شبه، مطلقا فرمودن برو فرج من زیاد دعا کنین. اقل عدد اکثار در یک ذکری در یک دعایی به 100 تا در روز و 100 تا در شبه، مجموعاً در طول 24 ساعت میشه چند تا؟ 200. این 200 رو به 5 وعده نماز تقسیم کنید، در هر وعده نماز ما چند تا دعا برای فرج امام زمان باید بکنیم؟ 40 بار. شما باید یک سالی شکلی زندگی کنید، یک سال بعد از هر نماز یا مجموعاً در نماز و بعد از نماز، تو قنوت، تو رکوع، تو سجده و بعد از نماز، مجموعاً 40 بار برای فرج امام زمانتون دعا بکنید. بعد تاریخ بزنید ببینید چه تحولات عجیب مادی و معنوی و علمی در زندگی شما ایجاد می شود، ببینید خدا چه توفیقاتی را نصیب شما می کند که قبل از این که این عمل رو نداشتید اون توفیقات رو نداشتید. باور کنید فرمایش امام زمان سلام الله علیه رو که اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرج. رفقا از وظائف این دعا کردنه، صدقه دادنه، گوسفند قربانی کردنه. بعد فرمود یکی از وظائف اینه،
فقیه احمد آبادی شرکت در مجالس سید الشهدا است. یکی از وظایف زمان غیبت ذکر کرد، البکا و تباکی علی سید الشهدا علیه السلام. یکی از وظایف زمان غیبت زیارت الحسین علیه السلام، زیارت ائمه المعصومین علیهم السلام. وظایف زمان غیبت انفاق مال برای اهل بیت، شرکت در مجالس مربوط به امام عصر علیه السلام، اطلاع پیدا کردن پیرامون امام عصر علیه السلام. بارها شنیدن خیلی رفقا مینی از یه فوتبالیست کمونیست دو صفحه میتونه بچه‌مون بنویسه، اما نسبت به امامزاده رو برو خونمون هیچ یاد نداره. امام سراوی میگرفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم اندرون نشستن امامه به سرش نیست، رو خاک نشسته، یه پلاس به شانه حضرته، دستاش رو زمینه، اشک ریخته به سینه مبارکش، خیسه، چنون گریه میکنه، سیدی غیبت تو که نفت رقادی، آقا غیبت تو کمرم رو شکسته، خواب ازم رو بوده، قضا ازم رو بوده، هی گفت ما بودم کیه ایشون؟ فرمود فرزندم حضرت مهدی علیه السلام. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر در کنم تا زندم خدمتش میکنم. امام صادق علیه السلام شیخ المعصومین سلام الله علیه، یادمون دارن میده. تا کی تو دنیا دنبال منافع شخصی و اجتماعی خودمون باشیم؟ شروع کنیم و تمرین کنیم امام خواهی را، تا به امام خواهی برسیم، دیگه دنبال منافع خودمون نباشیم، نیاد اون روز که تابوتم از روی زمین بردارن، جنازم رو روانه قبر کنن، تا روز قیامت حسرت بخورم چرا برای ظهور حضرت کاری نکردم. عالی ترین فرصت در تاریخ بشریت امروز در دستان ماست، فرصتی که ما امروز داریم. انبیای گرانقدر و والا مقام، صالحین و صدیقین و شهدا و مؤمنین خدا در طول تاریخ نداشتن، و اون اینه که میتونیم یک کاری کنیم که عصر ظهور رو شاهد باشیم، میتونیم اون نسلی باشیم که ببینیم حضرت که به دیوار کعبه داده فریاد میزنه انا بقیت الله، انا ابن علی المرتضا، انا ابن فاطمه الزهرا. چون ما زنده ایم و این فرصت در دستان ماست، فقط شرطش اینه که یک مقدار از خودخواهی هامون بگذری. یه بس خودخواهی، تا کی تو دنیا دنبال منافع شخصی و اجتماعی خودمون باشیم؟ شروع کنیم و تمرین کنیم امام خواهی را، تا به امام خواهی برسیم، اگه بچت مریضه بگو اللهم عجل ولیک الفرج، تو دلت بگو آقا جان یه نگاه به بچه مریضم کن به شفاش بده. اگر قرض داری بدهکاری آبرود در خطره، بازم بگو اللهم عجل ولیک الفرج، تو دلت بگو آقا جان یه دعا کن گر از کارم واشه. اگه برای پدر و مادرت میخوای دعا کنی، اللهم عجل ولیک الفرج، تو دلت بگو مولا جان یه نگاه به پدر و مادرم کن که در قبر تاج دعای شما هستن. اگر گرفتاری مثلا زندانی داری، مشکلاتت زیاد شده، اللهم عجل ولیک الفرج، یه نگاه کن به این زندانیم، یه نگاه کن به مشکلاتم، به گرفتاری برای شما دعا کردم، شما هم برای گرفتاری های من دعا کن. اگه از خدا هدایت میخوایم، سعادت دنیا و آخرت میخوایم، طلب بخشش داریم، استغفار کنیم، بازم بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، دعا کن عاقبتمون ختم به خیر شه. آقا جان از خدا بخوا گناهامونو ببخش، آقا جان از خدا بخوا به ما توفیق توبه بده. خلاصه هر گرفتاری شخصی و اجتماعی که داریم بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، با دلهامون با حضرت صحبت کنیم. این قصه میشه تعبیر این شعر، ذره گر نظر لطف تراب کند، یا آسمان رود و کار آفتاب کند. میخواستم خودم برای مریضم دعا کنم، من میخواستم خودم برای پدر و مادرم دعا کنم، من میخواستم خودم برای مشکلات و گرفتاریام دعا کنم. از همه این مشکلاتم گذشتم، از خودخواهیم گذشتم، امام خواهی رسیدم، از امامم میخوام. دعا میکنم برای حضرت، حضرتم حتما بر ما و مشکلات ما دعاگوست. بهترین تجارت دنیایی و آخرتی است. شاید این اصلا خودش یک منفعت طلبی کلان و بزرگ باشه، اما ما واقعا باید به این سمت بریم. یا
از حضرت خودش رو بخوایم و فرجش رو بخوایم و دیگه دنبال منافع خودمون نباشیم. از امروز در تمام ساعات و روزهای سال، مخصوصا این ماه رمضان، در تمام قنوتها، نمازها، دعاهامون فقط از خدا بخواهیم: اللهم عجل ولیک الفرج، ولیک الفرج.